کارشناسی بودم، استاد مهندسی نرم افزارمون یه روزی اومد و برامون یه تجربه رو تعریف کرد. گفتش که برای مادرش یه لپتاپ خریده بوده یه هفته پیش و لپتاپ رو براش تنظیم کرده و بعد مادرش اون روز بعد از یه هفته بهش زنگ زده و گفته که این لپتاپی که خریدی خرابه، بیا برش دار ببر. خلاصه استاد ما رفته خونه مادرش رو چک کرده، دیده لپتاپ سالمه، اینترنت وصل، همه چی اوکی. ازش پرسیده که چی شده. گفته ببین، من وقتی میام سرچ میکنم طرز تهیه کیک شکلاتی، این سایت میاد، اینو که کلیک میکنم عکس‌ها و نوشته‌هاش همش جابجاست، این لپتاپی که خریدی خرابه، من نمیتونم ازش استفاده کنم. استادمونم که فهمیده ماجرا از کجاست براش توضیح میده که نه ببین، لپتاپ سالمه، اینترنت وصل، همه چی اوکیه، فقط اون کسی که این وبسایت رو نوشته بوده با کیفیت ننوشته، با این براوزر که شما بازش میکنی عکس‌ها و نوشته‌هاش جابجا میشه، مشکلی نیست، لپتاپت سالم. گفتش که مادرم یه مکسی کرد، به من نگاه کرد و ازم پرسید پس تو داری چی کار میکنی؟ مگه نمیگی که من توی دانشگاه به دانشجوام یاد میدم نرم افزار با کیفیت بنویسن؟ پس چرا باید یه آدمایی بیرون باشن که نرم افزاری به این بی‌کیفیتی نوشتن که من نمیتونم از توش دستور تهیه کیکمو بخونم؟ استادمون میگفت که دیدم راست میگه، پس من دارم چی کار میکنم؟ منم اون روز از خودم همین سوالو پرسیدم، من دارم چی کار میکنم؟ من چه اثری میخوام توی دنیا بذارم و چه تغییری میخوام ایجاد بکنم که زندگی آدما یکم بهتر بشه؟ شاید خیلی وقتا شما همچین سوالی رو از دیگران پرسیدین و این جوابو شنیدین که خب ما همیشه این کارو همینجوری انجام میدادیم دیگه، بابا همونجوری که گفتن انجام بده بره، ولش کن. شاید هم شما جز اون یکی دسته از آدما باشین که وقتی امثال ماها با گرفتن ایرادا و هر روز اومدن سراغتون و گفتن این که این چرا اینجوریه، اون چرا اونجوریه، اینو چرا تغییرش نمیدیم، کلافتون کردن. شاید شما همون آدمه این که برگشتین به ما گفتین بابا جان ما این کارو 20 سال 30 سال داریم اینجوری انجام میدیم دیگه، تو الان چی میگی این وسط اومدی میگی اینو یه جوره دیگه انجام بدم؟ اصلا شما تجربه این کارو نداری که همچی حرفی میزنی. میخوام بهتون بگم که این آدما ممکنه بتونن به رشد شرکتتون خیلی کمک بکنن. پس شاید بهتر باشه که تا آخر این حرفا به این فکر کنین که چطور میتونین از این آدما توی شرکتتون کمک بگیرین واسه رشد. آقای کوین جانسون، مدیر عامل استارباکس، میگه که همیشه یه موج نوآوری میاد و توی دنیا یه تغییر و تحول بزرگ ایجاد میکنه. میگه جالب اینه که نوآوری ها روی اون چیزهای قدیمی ساخته میشن و ما باید خرد اینو داشته باشیم که چه چیزهایی رو از قدیم نگه داریم و شجاعت اینو داشته باشیم که چه چیزهایی رو تغییر بدیم. آقای کوین جانسون میگه تعادل بین این دوتا موضوعه که مهمترین چیز برای رشد صنعت ماست. من میخوام بگم که این تغییر سه تا المان اصلی داره و اسمشو میذارم سه تا ضلع مثلث تغییر. آیا توی شرکت شما هم این حرفا شنیده میشه که این کارا رو ما همیشه همینطوری انجامش دادیم؟ سری که درد نمی‌کنن و دستمال نمی‌بندن. بابا قوانین رو پیگیری کن، همونجوری که بهت گفتن انجام بده برو. میخوام صحبت آقای کوین جانسون رو تو ذهنتون در نظر بگیرین. اگر که ما توی یه سازمانی هستیم که خیلی موفق بودیم و سالیان درازه که آدما یاد گرفتن که با اون فرهنگ و اون قانونی که داده شده و اون روالایی که وجود داره و روتینایی که وجود داره کارا رو انجام بدن، چطور میتونیم به اونجایی برسیم که یه کسایی یه ایده های جدیدی مطرح کنن و بیان بگن میشه اینو اینجوری انجام داد یا اینطوری تغییرش داد، که ما بخوایم تعادل بین اون چیزهای قدیمی و این تغییرهای جدید رو ایجاد کنیم؟ من فکر میکنم توی سازمان باید یه نگاه پرسشگری وجود داشته باشه که وقتی یه کاری به آدم داده میشه از خودش بپرسه چرا ما این کارو اینطوری انجام میدیم؟ آیا میتونیم یه جور دیگه ای انجامش بدیم؟ میتونیم بهترش کنیم؟ اگر جواب این که چرا اینطوری انجامش میدیم این بود که خب همیشه اینطوری انجام شده، این نشونه اینه که شاید ما باید توی اون کار بازبینی کنیم. من اسم اینو میذارم نپذیرفتن بدون چون و چرای روالهای جاری. طبق یه تحقیق هاروارد بیزنس ریویو 72% از مدیران ارشد سازمان‌ها تو سال 2019 به ندرت به کارمنداشون گفتن که برید و خلاق باشید و استاتوس کو رو زیر سوال ببرید. اما خب جالبه که بدونید اون شرکت‌هایی که پیشروان و موفقن یه همچین فرهنگی رو توی سازمانشون نهادینه کردن. حالا که فهمیدیم
المان اول، ذل اول این مثلث اینه که استاتوس کو رو زیر سوال ببریم و روال جاری رو بدون چون و چرا نپذیریم و به این نتیجه میرسیم که خب ما با یه کار جدید میرسیم. وقتی که من توی ایران 7-8 سال پیش توی شرکت کوچیک کار میکردم، در اون زمان که تبلیغات دیجیتال توی ایران همش تبلیغات سنتی بود و یه بنر رو روی وبسایت بذاریم، این شرکت سعی میکرد که ببینه تغییرات توی دنیا که توی این صنعت اتفاق افتاده چیه. و توی دنیا تبلیغات دیجیتال داشت به این سمت میرفت که برای هر فرد متناسب با سلیقه و نظر اونا تبلیغ نشونشون بدیم، پروگراماتیک ادورتایزینگ. و این شرکت هم سعی کرد که خب همینو بیاره توی ایران. ما اولین مشتریمون رو گرفتیم، همه چیزایی که میتونستیم یاد بگیریم تا اون زمان یاد گرفته بودیم و قرار شد که اولین کمپین رو اجرا کنیم. من تنظیماتش رو ست کردم و برنامه این بود که یک کمپین 1000 دلاری توی روز اول که تنظیماتش رو ست کردم قراره که 1/5 از این کمپین خرج بشه و فرداش من بیام بقیه اون بودجه رو تنظیماتش رو تغییر بدم و بر اساس اون تغییر جدید اجرا بشه. خب تنظیمات رو گذاشتم و آخر ساعت کاری بود، رفتم خونه. 2-3 ساعت بعد یه ایمیل گرفتم که شارژ کمپین شما تموم شده. شوکه شدم، رفتم پای لپتاپ همه چی رو چک کردم و دیدم که آره، مثل اینکه یه تنظیماتی وجود داشته که من بلد نبودم و انجامش ندادم و خیلی نگران و ناراحت این شکست شدم، به خاطر اینکه 1000 دلار بود و اندازه 2-3 ماه حقوقم، یا من اخراج میکنن یا باید جریمه اینا رو پس بدم. واقعا نمیدونستم که قرار چی بشه. دیگه اون شب با بدبختی به صبح رسوندم، با خودم میگفتم عجب غلطی کردی، آخه این چه کاری بود، تو رو چه به کار جدید، تکنولوژی جدید، برو تو همون تیم تبلیغات سنتی کار کن، اصلا این چه کاری بود که کردی، اصلا حتی تو این تیمه داری کار میکنی. خلاصه شب به صبح رسوندم و فردا صبح رفتم شرکت. مدیر عامل من صدا کرد اتاقش و در حالی که من منتظر بودم که الان برگه جریمه رو دستم میده و اینا، برگشت گفتش که چه اتفاقی افتاد. براش توضیح دادم که اینطوری شده، انگار یه همچین تنظیمی وجود داشته که ما بلد نبودیم و اینا. گفت خب ازش چی یاد گرفتیم؟ گفتم خب یاد گرفتیم که باید برای کمپینمون حد روزانه بذاریم، تنظیمش یه همچین حالتی انجام میشه و اینا و ما اینو اصلا نمیدونستیم که باید انجام بدیم، فکر نمی‌کردیم که هو همش خرج بشه. گفتش که خب چیکار کنیم که دیگه این شکست رو تکرار نکنیم؟ گفتم که خب اون چیزایی که یاد گرفتیم که قطعا انجام میدیم. بعدم فکر میکنم که اینکه یه نفر کمپین رو ست میکنه و میره خوب نیست، پروسمون به یه نفر وابسته است، هرچه با یه آدم دیگه هم بذاریم که اینو چک کنه که مطمئن باشیم که وقتی که یه کمپینی ست میشه همه چیش درسته و تا جایی که میتونستیم بهبودش دادیم. گفتش که پس چیزای خیلی خوبی یاد گرفتیم، دیگه این اشتباه رو تکرار نمیکنیم. منم گفتم آره، و ازش هم نپرسیدم که جریمه ما چی شد و خیلی خوشحال که نه این مثل که قرار نیست من جریمه کنه، از اتاق اومدم بیرون و توی فکر این سوالا. و این شد بزرگترین درس زندگی من که اشکالی نداره که شکست بخوری تا وقتی که از اون شکست درس بگیری و دیگه اون شکست رو تکرار نکنی. به یه همچین مدل فکری که آدما از شکستشون درس بگیرن میگن مدل فکری رشد. خانم کارول دوئک، پروفسور روانشناسی دانشگاه استنفورد، یه تئوری رو مطرح کرده که میگه این آدمایی وجود دارن که مدل فکری ثابت دارن یا فیکس مایندست. این آدما از شکست خوردن میترسن به خاطر اینکه این آدما اعتقاد ندارن که همه افراد میتونن هر کاری رو انجام بدن و هر چیزی رو یاد بگیرن. در نتیجه این آدما وقتی که شکست میخورن براشون به این معنیه که من دیگه هرگز موفق نمیشم. در حالی که در مقابل این مدل فکری، مدل فکری رشد یا growth mindset وجود داره. توی این مدل فکری افراد اعتقاد دارن که هر کسی میتونه هر کاری رو انجام بده، فقط باید براش تلاش کنه و یاد بگیره. در نتیجه این آدم ها وقتی که شکست میخورن با خودشون میگن که من هنوز آماده موفق شدن نیستم، در نتیجه باید بیشتر تلاش کنم. اگر ما توی سازمانمون افراد رو برای نتیجه کارشون تشویق کنیم و برای شکستاشون تنبیه کنیم، داریم هرچه بیشتر مدل فکری فیکس مایندست یا مدل فکری ثابت رو ترویج میدیم. باعث میشیم که آدما از رفتن یه راه جدید بترسن. در حالی که اگر که ما توی سازمانمون و اصلا حتی توی خانواده و تربیت فرزندانمون آدما رو به جای اینکه برای نتیجه تشویق کنیم، بیاییم برای اون قدم مثبتی که برای بهبود برداشتن تشویق بکنیم، داریم مدل فکری رشد رو ترویج میدیم. خب پس دیدیم که توی سازمان اولا که باید استاتوس کو رو زیر سوال برد و باید
بدون چون و چرا روال جاری رو نپذیرفت. و دومن که باید روی فرهنگ نترسیدن از شکست و مدل فکری رشد توی فرهنگ سازمان کار کرد. حالا چه چیز دیگه ای باید وجود داشته باشه که آدما بتونن یک و دو رو بهتر انجام بدن؟ توی شرکت ما حدود 2 سال پیش یه مدیری اومد و شروع کرد به این که میخواد یه تیم خلاقیت تشکیل بده، آدمایی رو از تیمای مختلف انتخاب کنه با این هدف که میخوایم ببینیم چطور میتونیم کار خودمون رو و برای مشتریانمون بهبود ایجاد کنیم. حدود 3 ماه یه کار خیلی جالبی کردیم، شروع کردیم همش پروسه ها رو نگاه کنیم ببینیم چطوری میشه بهبود ایجاد کرد و تقریبا جای خوب ماجرا بودیم. تازه یاد گرفته بودیم چجوری دیزاین ثینکینگ رو توی این پروسه هامون بیاریم و چجوری این تغییر بزرگ رو ایجاد کنیم توی سازمان و کجاها باید بیشتر تمرکز بکنیم که اولویت های سازمان عوض شد و اومدن به این آدم گفتن که شما دیگه نمیتونی روی این پروژه کار کنی، بودجت برداشته شده، باید بری روی فلان کاری که برای مشتری هست فرصت تو وقت تو بذاری. این آدم به خاطر اعتقاد شدیدی که به ایجاد بهبود و خلاقیت داشت از شرکت ما استعفا داد و رفت یه جای دیگه یه کار مشابهی بکنه. حال منو میتونین تو اون لحظه تصور کنین دیگه. منی که کلن دغدغه‌مون ایجاد بهبود و تغییر بود و بالاخره توی یه تیمی بودم که میتونستم واقعا همچین کاری رو انجام بدم و ما خیلی چیزای خوبی درآورده بودیم، یه همچین وضعیتی پیش اومد و منتفی شد. دیگه خیلی ناامید بودم، گفتم من اصلا باید از اینجا برم یه جای دیگه که بتونم تغییر بذارم، اصلا هیچ امیدی به این شرکت نیست. ولی قبل از اینکه این تصمیم رو بگیرم، به خاطر اون فرهنگی که من توی این شرکت باهاش بزرگ شده بودم که اون فرهنگ حمایت و تعلقه و از اول به من یاد داده بودن که تو باید یه نتورک خوبی داشته باشی و یه منتورهایی که هم فکر و هم عقیدتن داشته باشی، رفتم سراغ یکی از این منتورها. معاون اول منابع انسانیمون توی آمریکا یکی از این منتورهایی بود که من میدونستم اونم خیلی دغدغه و علاقه به ایجاد بهبود داره. رفتم باهاش درخواست جلسه دادم و اینم یه 30 دقیقه برای من وقت گذاشت، با اینکه آدم خیلی سرشلوغیه. توی اون 30 دقیقه برای شروع کردم تعریف کردن از اینکه اینطوری شده، ما این کارا رو داشتیم می‌کردیم، این اشکالات توی سازمان وجود داره که می‌خواستیم بهبود بدیم و الان کلاً همه چی تموم شد و بودجه این طرف برداشته شد. ازش پرسیدم اصلا شما می‌دونین که چقدر بر روی فرهنگ کار بشه؟ برگشت گفت آره می‌دونیم. و برام مثالای دیگه‌ای رو تعریف کرد از پروژه‌هایی که خود اون آدم سعی کرده تغییر ایجاد کنه و سرکوب شده. خیلی تعجب کردم. ازش پرسیدم که خب پس چرا ادامه میدی؟ پس چرا نرفتی یه جای دیگه، یه شرکت کوچیکی، یه فرهنگ خوبی داشته باشه و بتونی اون تغییری که میخوای ایجاد کنی؟ گفتش که ببین، برای من اثرگذاری مهم بوده و توی این شرکت، توی IBM، اگر من بتونم یه تأثیر خوبی روی فرهنگ IBM بذارم، دارم روی زندگی 400 هزار نفر کارمندای این شرکت توی دنیا اثر میذارم. در حالی که اگه برم توی یه شرکت کوچیکتر، اثرم هم خیلی کوچیکتر خواهد بود. گفتش که تو خودت میدونی که تا کجا میکشی، ولی اگر میتونی، اگر میکشی که ادامه بدی، لطفاً ادامه بده. ما به امثال تو احتیاج داریم. ما به یه کسی که استاتوس کو رو زیر سوال ببره و سعی کنه کار درست رو انجام بده و بهبود ایجاد کنه احتیاج داریم. تو با هر شکستی که میخوری چیزای بیشتری یاد میگیری و میتونی اثرگذارتر باشی. اگر میتونی لطفاً ادامه بده و تغییر ایجاد کن. من تصمیم گرفتم توی IBM بمونم، ولی اتفاقی که افتاد این بود که کنار کارم شروع کردم خیلی فعالتر شدن توی یه گروه داوطلبانه‌ای که توی آمریکا وجود داشت، گروه خلاقیت نسل جدید. و شروع کردم اولا که خب هدف این تیم، هدف این گروه داوطلبانه از اول این بوده که ببینیم چه چیزهایی هست که از IBM قدیمی همیشه همینطوری انجام می‌شده و این نسل جدید ما با نگاه بهشون میدونه که می‌خوایم توش تغییر ایجاد کنیم و می‌خوایم روی اینا کار بکنیم تا باعث شیم همه IBM ها حس تعلق و حس این که اونها برای IBM خیلی ارزشمندن داشته باشن و باعث شد که بتونیم توی این 2 سال تغییرهای خیلی زیادی با همین گروه داوطلبانه که الان بیشتر از 100 نفر آدم توی کانادا، توی IBM کانادا داره، تغییر بزرگی ایجاد بکنیم. یه آدمایی وجود داشته باشن که درک میکنن و هم فکر اون کسایی هن که در حال تغییر دادن هن. از اون چینج ایجنت ها حمایت میکنن و بهشون میگن که لطفاً ادامه بده، ما بهت احتیاج داریم. ضمناً تحقیقای زیادی هست که میگه تغییر و تحول اساسی توی سازمان با عشق اتفاق میفته و به نظر من این فرهنگ حمایت و تعلق بُعد سوم اون مثلث تغییره. همونطوری که گاندی میگه
be the change you want to see in the world. یا وقتی که توی دنیا یه چیزایی رو میبینی که دوستشون نداری یا میخوای تغییرشون بدی و اگر که میخوای اونا رو تغییر بدی باید از خودت شروع بکنی. میخوام بگم شما توی هر سطحی از سازمانتون که هستین میتونین تغییر اساسی ایجاد بکنین. من به عنوان یه کارمند جز توی اون شرکت بزرگ IBM کانادا که بیشتر از 5000 نفر آدم داره تونستم تغییر ایجاد بکنم، چیزی که خودم هم باورم نمیشد. و شما هم میتونین توی شرکت‌های خودتون اثرگذار باشین. شما میتونین اون تغییری باشین که میخواین توی شرکتتون ببینین.